این هفته در کلیک، مخلوط کن آهنربایی، نمایشگاه نقاشی در قاب و ساعت بدون باتری. نمایشگاه سالانه ایفا در برلین بزرگترین نمایشگاه محصولات مصرفی در اروپا است. هرچند از نظر وسعت و خبر به پای نمایشگاه CES در وگاس نمیرسه. اما امسال میزبان 250 هزار بازدید کننده و 1800 غرفه دار بود. خب بریم ببینیم در ایفای 2019 ایفای امسال چه چیزهایی برای دیدن و بررسی است. این نمایشگاه علاوه بر جذابیت برای تجار و صاحبان کسب و کار، بیش از 6000 خبرنگار را هم به سوی خودش جلب می‌کند که باید 20000 متر مربع رو پای پیاده به دنبال سوژه گز کنند. هرچند من به شخصه یه همچین چیزی رو برای این ور اون ور رفتن ترجیح میدم. توی نمایشگاهی مثل ایفا همیشه چند تا نوآوری در بخش فناوری‌های پوشیدنی میشه پیدا کرد. شرکت پوما که پارسال با کفش ورزشی هوشمند وارد گود فناوری پوشیدنی شده بود، امسال اعلام کرد که ساعت هوشمندش رو عرضه میکنه. این بود که من رد پای شرکت پوما رو زدم تا به غرفه شرکت فوسیل رسیدم. این ساعت با نمایشگر 1.19 اینچی داخل قابی 44 میلیمتری از جنس نایلون و آلومینیوم محصور شده. پوما ورزشکاران را هدف گرفته، بنابراین ساعت هوشمندش با وزنی سبک معادل 27 گرم و البته ضد آب ساخته شده. 4 گیگابایت حافظه ذخیره سازی و 512 مگابایت رم داره که استاندارد اکثر ساعت‌ها با سیستم عامل ویر او اس است. این سیستم عامل ویژگی‌های معمولی چون پرداخت NFC، نبض‌نگار، تندرستی سنج و دستیار گوگل رو به این ساعت آورده. پوما وعده عمر باتری 24 ساعته رو داده و قصد داره تا این محصول رو در سه رنگ سیاه، سفید و نئونی با قیمت $275 ماه آینده روانه بازار کنه. چند متر اونورتر از ساعت پوما به ساعت‌های فسیل می‌رسیم. نگاهی به ساعت‌های هوشمند این شرکت نشون میده که از نظر فناوری تفاوت چندانی با پوما ندارند. عجیبم نیست چون ساعت هوشمند پوما رو فسیل ساخته. یادم قدیما ساعت‌هایی بود که وقتی اونها رو به دست می‌بستیم هیچ نیازی به باتری نداشت و فقط با حرکت دستمون شارژ می‌شد. الان پاور واچ تونسته در دنیای ساعت‌های هوشمند همچین چیزی تولید کنه. ساعتی بسیار سبکی که وقتی اون رو به دست می‌بندیم فقط با گرمای دست شارژ میشه، هیچ نیازی به شارژ کردن نداره. دردسری که من شخصا با ساعت هوشمند خودم دارم. بسیار سبکم است. پشت این شیشه که پایین ساعت هست، یک ژنراتور ترموالکتریک قرار داره که از گرمای بدن نیرو میگیره. تفاوت دمای بین محیط خارج و دمای بدن شما انرژی کافی برای یک ساعت هوشمند رو فراهم میکنه که میتونه امکاناتی مثل شمارش کالری، نبض شمار، GPS و البته نمایش زمان رو داشته باشه. سیستم عامل این ساعت رو خودشون نوشتن، چرا که باید میزان مصرف انرژی رو بهینه نگه می‌داشتن. در واقع این ساعت باید طوری طراحی می‌شد که بتونه از یک طرف دمای بدن رو برای شارژ باتری ساعت به کار بگیره و از طرف دیگه کاری کنه که ساعت هرچه کمتر تشنه مصرف انرژی باشه. فناوری ترموالکتریک چیز جدیدی نیست، اما چیزی که جدیده و چیزی که توی کار ما نوآورانه است اینه که ما میتونیم از یک دمای بسیار کم انرژی کافی برای راه اندازی چیزی مثل این رو تأمین کنیم. اختراع ما و هوشمند ما در این تراشه است که همونطوری که اینجا میبینید چیزی که زیر این ساعت قرار گرفته.
باتری تا زمانی که این ساعت روی مچ بسته شده باشه در حال شارژ شدنه، اما وقتهایی هم که روی دستمون نیست با سلول خورشیدی شارژ میشه که به عنوان یک منبع انرژی ثانویه میتونه ساعت رو به مدت بیشتری روشن نگه داره. از جمله امکانات پاور واچ 2 میشه به نظارت بر ضربان قلب، ردیابی موقعیت مکانی، کالری شمار، نظارت بر خواب، ردیابی فعالیت‌ها و مقاومت در برابر آب تا عمق 200 متری اشاره کرد. من مهارت چندانی توی نگهداری گل و گیاه ندارم. برای همین کلاً بیخیال نگهداری گیاه تو خونه شدم. حتی قبول دارم که مشکل از منه و باید بیشتر تلاش کنم، اما یه همچین گلدون هوشمندی میتونه مشکل من حل کنه، میتونه کار کنه که من تو خونه همیشه سبزی تازه داشته باشم. احتمالاً بیشترتون موافقین هستید که وقتی نوبت به عطر و طعم خوراکی‌ها برسه هر چیزی تازش خوبه. برای همین سبزی و گیاه تازه طرفدار زیاد داره، ولی این روزها کمتر کسی بخت این رو داره که خونه ی حیات دار نصیبش بشه. یکی از راه حل‌ها اینه که یک باغچه رومیزی تهیه کنیم. ترگرن یک شرکت فنلاندی که یک باغچه کوچیک برای رشد گیاه به روش آب کشت رو در اختیارمون قرار میده تا بتونیم بدون دانش زیاد در حوزه باغبونی سبزیجاتی رو پرورش بدیم که سریع رشد میکنن. ترگرن اسم روشی رو که باعث رشد سریع گیاه ها میشه گذاشته فناوری رشد فعال. سری تی این گلدون های هوشمند به جای اینکه از خاک استفاده کنند از مواد غذایی معدنی محلول در آب استفاده می کنند تا در مجاورت نور و مواد مغذی به گیاه توان رشدی 3 برابر اندازه معمول رو بدن. اپلیکیشن باغبان هوشمند میتونه شرایط رشد بیش از 100 گونه مختلف گیاهی رو کنترل کنه. تنها باید گیاه مورد نظر رو از فهرست انتخاب کنیم و اجازه بدیم این گلدون کار خودش رو بکنه. این گلدون ها در 3 مدل T3, T6 و T12 عرضه میشن. این اعداد نشون دهنده گنجایش هر گلدون و تعداد گیاهایی که میشه توش پرورش داد. قیمت ها هم به ترتیب 57، 82 و 107 دلار است. پلانتوی شرکت فنلاندی دیگه‌ایه که محصولات مشابهی داره. اسمشون رو گذاشته باغچه‌های هوشمند یا سمارت گاردنز. این باغچه‌ها به چراغ‌های هوشمند و سامانه پمپاژ آب مجهز هستند و به هر کسی این امکان رو میدن که سبزیجات تازه و گیاهان مختلف رو در داخل خونه رشد بدن. ترکیبات مختلفی از چراغ آبیاری برای مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت وجود داره. چراغ‌ها باعث فتوسنتز و تسریع رشد گیاهان میشن و چون خاک در باغچه هوشمند وجود نداره، گیاهان به طور مستقیم از گلدون تغذیه میکنند. حدود 49 کپسول مختلف از گیاهان دارویی و سبزیجات سالاد گرفته تا گل‌های خوراکی رو میشه در این باغچه‌ها پرورش داد. به تازگی گوجه فرنگی گیلاسی و فلفل چیلی رو به این فهرست اضافه کردن و در حال آزمایش پرورش توت فرنگی هستند. زمان مورد نیاز برای رشد کامل بسته به نوع گیاه بین 3 تا 5 هفته در حالت رشد سریع، 5 تا 8 هفته در حالت رشد متوسط، 8 تا 12 هفته رشد آهسته و بیش از 12 هفته زندگی طولانی متغیره. با رشد گیاهان میشه پایه رو بلندتر کرد تا فضای بیشتری برای رشد تودی اضافه بشه. لوازم خانگی بخش بزرگی از نمایشگاه ایفا است و میشه توی غرفه های مختلف انواع و اقسامش از قابلمه و پاتیل هوشمند گرفته تا آب میوه گیری و مخلوط کن رو دید. در این میون مخلوط کن میلو دستگاهی بود که توجه من رو به خودش جلب کرد. با قیمتی تقریبا معادل 540 دلار میلو دستگاه هوشمند همراهیه که امکان میده هر جایی اسموتی دلخواهتون رو درست کنید. بخش موتور و باتری از بخش لیوان و تیغه جدا در نظر گرفته شده، کاملا جدا، و این دو بخش با آهنربا به هم متصل می‌شوند.
باتری قابل شارژ این دستگاه میتونه به اندازه درست کردن 10 تا مخلوط دووم بیاره. یکی از قابلیت‌هایی که در طراحی مخلوط کن در نظر گرفته شده اینه که هیچ نمایشگر یا دکمه‌ای روش نیست. عوضش میشه هر جایی از بدنه رو که دلتون بخواد لمس کنید تا دستگاه راه بیفته و با حرکت انگشت و ایجاد حلقه‌های نورانی قدرت چرخش دیگر رو کم و زیاد کنید. در این حال امکان کنترل دستگاه با گوشی هم وجود داره. در اپلیکیشن موبایل دستورالعمل‌هایی هم برای ترکیب نوشیدنی‌های متنوع موجوده. مخلوط‌کن‌ها اغلب پر سر و صدا هستند و موتورشون معمولاً انرژی زیادی رو به اشکال گرما، لرزش و سر و صدا تلف می‌کنه. ظاهراً این هدر رفت در میلو کمتره، چرا که به جای استفاده از چرخ دنده برای انتقال نیروی گردشی موتور، از آهن‌ربا استفاده می‌کنه تا نیروی گردشی رو بدون اصطکاک به تیغه منتقل کنه. روشی که اسمش رو ایر درایو یا هواران گذاشتن، چرا که دو بخش موتور و تیغه هیچ اتصال فیزیکی ندارن و حتی با فاصله هم کار میکنن. از اونجایی که دستگاه قطعات کمی داره تمیز کردنش آسونه. لیوان شیشه‌ای هم قابلیت شستشو با دست رو داره و هم شستشو در ماشین ظرفشویی. و حالا وقتشه که میبه ها و مغز های مختلف رو بسپرم به تیغه های پرتوان میلو و از دست پختش کمی بچشم. به سلامتی. کی فکرشو میکرد که یه روزی آدم بتونه انباب و اقسام آثار هنری رو فقط توی یک قاب روی دیوار خونش تماشا کنه؟ قابی رو در نظر بگیرید که به جای پارچه کرباسش یک نمایشگر گذاشتن، چون این چیزی رو میشه با نام کرباس هوشمند میورال توی نمایشگاه ایفا پیدا کرد. نتگیر نسخه اولیه این محصول رو در نمایشگاه CES 2017 معرفی کرد و حالا در ایفا سومین نسخه از این قاب هوشمند رونمایی شده. با پرداخت حق اشتراک سالانه 50 دلار به پایگاه داده‌ای متشکل از 30,000 اثر هنری دسترسی پیدا خواهید کرد که میتونید اونها رو روی نمایشگر 21.5 اینچی یا 27 اینچی متصل به وای فای نمایش بدید. علاوه بر این میتونید از این قاب برای نمایش عکس‌های شخصی خودتون استفاده کنید که از طریق SD کارت یا USB بهش منتقل میشن. حسگر نوری این قاب میزان روشنایی نمایشگر رو به طور مداوم تنظیم میکنه تا تصویر مناسبی رو در اختیارتون بگذاره. نحوه عوض کردن تصاویر هم بسیار ساده است. کافیه دستتون رو پایین قاب به سمت چپ یا راست حرکت بدید تا حسگر حرکت رو تشخیص بده و تصاویر ورق بخورن. حرکت پایین به بالا هم اطلاعات مربوط به اثر هنری رو به نمایش میگذاره. علاوه بر اینها میشه تصاویر رو با دستور دادن به دستیار هوشمند آمازون یعنی الکسا، کامپیوتر یا اپلیکیشن موبایل هم تغییر داد. امکان چرخوندن قاب و تغییرش از حالت افقی به عمودی و برعکس هم وجود داره. این هفته فیسبوک اعلام کرد که گفته‌های سیاستمداران رو راستی آزمایی نمی‌کنه. علی‌رغم تلاش‌های دیگه برای محدود کردن اخبار جعلی، این قول رسانه‌های اجتماعی گفته که پست‌های سیاستمداران ارزش خبری دارن و باید دیده و شنیده بشن. آمازون اعلام کرده که الکسا به زودی میتونه صدای ساموئل ال جکسون و سایر افراد مشهور رو به خونه‌ها بیاره. گفتار اونها با کامپیوتر و بر اساس صداهای ضبط شده از افراد مشهور تولید میشه. سگ رباتیک بوستون داینامیک رو یادتون هست؟ رباتی که میتونست از تپه ها بالا بره، اشیا رو برداره و درها رو باز کنه، حالا برای کرایه با هزینه کمتر از کرایه اتومبیل در دسترسه. اما این هفته یه ربات ساخت این شرکت که حرکات ژیمناستیک انجام میده هم سرخط خبرها بوده. اطلس رو دست وای میسه، کله ملق میزنه، میپره و میتونه با بندبازها رقابت کنه. و آخرین خبر از دنیای ربات ها این که آیا اینا که به اشکال گوناگون در میان میتونن کار مفیدی هم انجام بدن؟
شیپ بادها که با یه رایانه مرکزی و دوربین ردیاب کنترل میشن، امید میره که بتونن شما رو از نوشیدنی‌های داغی که روی میز می‌ریزه محافظت کنن، نقشه‌های سه‌بعدی متحرک بسازن و کارهای دیگه‌ای هم انجام بدن. ایفا نه به اندازه کنگره جهانی موبایل، اما در حد اندازه خودش چند تای گوشی رو به سرخط خبرو میاره. شرکت HMD که چند سالی از امتیاز تولید گوشی با نشان نوکیا رو از آن خودش کرده، در این سالها تلاش کرد تا گوشی‌های قدیمی نوکیا رو با قدرتی جدید احیا کنه. این شرکت ابتدا با ارائه مجدد نوکیا 3310 خبرساز شد و پس از اون به سراغ نوکیا 8110 رفت. در نمایشگاه امسال اما از نسخه تازه‌ای از گوشی تاچ نوکیا 2720 رونمایی شد. این گوشی درست مثل سری جدید گوشی‌های کلاسیکش طراحی رو کمی مدرن کرده و با یک نمایشگر بزرگتر 2.8 اینچی داخلی و چند ویژگی تازه سعی در به دست آوردن خریدارانی داره که هنوز دل در گروه گذشته دارند. این گوشی از سیستم عامل KaiOS بهره میبره که ویژگی‌هایی مثل گوگل، نقشه گوگل، واتساپ، یوتیوب، فیسبوک و دستیار گوگل رو در خودش جا داده. نمایشگر 1.3 اینچی روی این گوشی تماس خارجی و پیام‌های هشدار رو نشون میده. و البته با بستن این گوشی تاشو میتونید به مکالمه پایان بدید. این گوشی همین روزا با قیمت $98 در رنگ‌های سیاه، سفید و خاکستری به بازار میاد. اما فارغ از حس نوستالژی، گوشی‌های نوکیا 6.2 و 7.2 دو تا گوشی دیگه بودن که این شرکت با خودش به این نمایشگاه آورد. یک نمایشگر 6.3 اینچی، سه دوربین زایس در پشت دستگاه و یک پردازنده ویژه برای نمایشگر با قابلیت HDR از مشخصات این دو گوشیه که بسیار شبیه به هم طراحی شدند. هر دو گوشی باتری 3500 میلی آمپری و دکمه اختصاصی گوگل اسیستنت دارند. نوکیای 6.2 با دو مشخصات و دو قیمت حدود 200 یورویی و 250 یورویی به بازار میاد و نوکیای 7.2 هم 300 یورو خواهد بود. شرکت LG در ایفا از گوشی هوشمند G8X ThinQ رونمایی کرد. احتمالاً شما متوجه شدید که این شرکت همون راه گوشی G8 رو در طراحی پیش گرفته. یک قاب تاشو که همراه این گوشی میاد، عملاً نمایشگر دوم رو هم بهش اضافه میکنه. نمایشگر گوشی G8X از مدل G8 بزرگتره. مثل اون از پنل OLED بهره میبره که حسگر اثر انگشتش زیر نمایشگر تعبیه شده. یک دوربین 32 مگاپیکسلی در بریدگی قطره‌ای بالای نمایشگر قرار گرفته. این گوشی دو ماژول دوربین داره که همراه با فلش در زیر قاب شیشه ی پشت گوشی قرار گرفتن. LG برای G8X نمایشگر جانبی 6.4 اینچی در نظر گرفته که توی قاب تاشوست و از لحاظ کیفیت، وضوح، ابعاد و بریدگی سلفی تفاوتی با نمایشگر اصلی G8X نداره. پشت این قاب نمایشگر سوم 2.1 اینچی مونوکروم گذاشتن که وظیفه نمایش ساعت و هشدارها رو بر عهده داره. با این نمایشگر دو قلو میشه بهتر بازی کرد و در این حال وبگردی لذت بخشتری داشت. اما این نمایشگر هم از باتری دستگاه تغذیه میکنه و منبع نیروی مجزایی نداره. بنابراین بهتر در حالت عادی غیر فعالش کرد. و اما موتورولا که دومین تلفن از سری وان خودش رو با نام موتورولا وان زوم در ایفا رونمایی کرد. این گوشی 4 دوربین در پشت و قیمتی معادل $500 داره. از مشخصات این گوشی میشه به لوگوی درخشانش در پشت بدنه اشاره کرد. حسگر اثر انگشت این گوشی هم زیر نمایشگر تعبیه شده. راستش من دزدگی دارم از این دریچه اونور نگاه نمی کنم. این سوراخ اون برایش یک اتاق تاریکه. اشیایی که اونجا گذاشتن نور بسیار کمی بهشون تابیده میشه و تقریبا چیز خاصی نمیشه دید. اما اگر از حالت شبانه دوربین استفاده کنم در این گوشی، تقریبا میشه واضح تر همه چی رو دید. اجازه بدید برم رو حالت شبانه، اون وقت بگم یک عکس بگیر و نتیجه الان میاد. این نتیجه است. نتیجه بسیار واضح تر از اون چیزیه که با چشم غیر مسلح میشد دید.
یک دوربین 48 مگاپیکسلی، یک دوربین 8 مگاپیکسلی تلفوتو با بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر و نمایشگر 6.4 اینچی اولد با رزولوشن بالای 1080 پیکسل روی این گوشی جا خوش کردن. دوربین جلوی دستگاه که معمولاً برای سلفی از اون استفاده میشه، حسگر 25 مگاپیکسلی با پیکسل‌های 9 میکرومتری داره. ایفا همیشه جای هیجان انگیزی برای دیدن آخرین فناوری‌های مربوط به تلویزیون بوده. هر ساله سازندگان تلویزیون از این موقعیت برای نمایش مدل‌ها، اندازه‌های بزرگتر، بازه‌های گسترده‌تر رنگ یا فناوری‌های جدید استفاده می‌کنن تا بازدید کنندگان رو به غرفه‌هاشون بکشونن. ولی چیزی که هر بار با دیدن تلویزیون‌های متنوع به ذهن آدم خطور می‌کنه اینه که فناوری تلویزیون داره به کدوم ور می‌ره. چند سال پیش گرایش نسل جوان این بود که برن توی اتاقهاشون و روی تلویزیون و تبلت و اینطور چیزها یه چیزی تماشا کنن. الان همچین چیزی نمیبینم. چیزی که الان نسل جوان میخوان تماشای نتفلیکس و هر چیز دیگه روی تلویزیونهای بزرگتر و بزرگتر و هوشمنده. بنابراین فکر میکنم یکی از مسیرهای جدید آوردن نمایشگرهای بزرگتر به قیمتهای پایین تره. مردم میگن من هرگز یه تلویزیون 75 اینچی توی خونم نخواهم داشت. اما راستشو بخواید آمار نشون میده که مردم در آینده سراغ تلویزیونهای 75 اینچ و بالاتر خواهند رفت. هرچند امسال فناوری‌های چشمگیر زیادی نمیشد پیدا کرد، اما به هر حال قلابمون به چند تا تلویزیون ریز و درشت گیر کرد. برای کسایی که دوست ندارن یک مستطیل بزرگ سیاه رو به عنوان تلویزیون توی نشیمنشون نصب کنند، چند سال پیش راه حل LG رو معرفی کردیم. تلویزیون هایی که توی یک جعبه لوله میشن و فقط موقعی که لازمه ازش میان بیرون. اما هایسنس به مناسبت 50 سالگردش با یک تلویزیون لیزری برای ارائه راه حل دیگری به ایفا اومد. نمایشگر که یک صفحه باریک به رنگ سبز خیلی تیره است روی دیوار آویزون میشه و تصاویری رو که از منبع لیزری بهش تابیده میشه به خوبی منعکس میکنه. یکی از مشکلات تصاویر دریافتی روی پرده همیشه این بوده که نور چراغ و آفتاب و منابع درخشان دیگه ایجاد مزاحمت میکنند و کیفیت تصویر رو خراب میکنند. فناوری مبتنی بر پروژکتور هایسنس پایه این مدل های تلویزیون رو تشکیل میدن که در واقع از یک کارت تلویزیون برای دسترسی به پخش زنده تلویزیونی استفاده میکنند. این مجموعه تصویری با روشنایی بالا تولید میکنه که در کنار نمایشگر خاصش میشه تصاویر رو در روشنایی معمولی اتاق تماشا کرد، پس نیازی به محیط تاریک نیست. این نمایشگر فقط نور لیزر تابیده شده از این منبع رو بازتاب میده و نور مزاحمی مثل چراغ قوی گوشیم تأثیر قابل توجهی روش نمیذاره. صدا هم به طور مستقیم از طریق بلندگوهایی که زیر نمایشگر پخش شدند به گوش میرسه. این روزا با محبوب شدن خدمات پخش ویدیو مثل نتفلیکس و آمازون پرایم و روکو رقابت بینشون زیاد شده. این شرکت ها سعی میکنن تا با روش های مختلف سهم بیشتری رو از بازار نصیب خودشون بکنن. اینه که در ایفا پدیده تقریبا جدیدی رو میشه دید و اون هم تلاش بعضی از این سرویس ها برای جا دادن خودشون توی دل تلویزیون هاست. حالا تولید کنندگان استیک های تلویزیونی و سازندگان دستگاه های پخش مستقیم دارن تلویزیون های هوشمند میسازند. روکو با هایسنس و TCL تلویزیون های روکو رو علم کرده. درست مثل پخش کننده روکو، تلویزیون روکو تجربه‌ای پر از گزینه‌های سرگرم کننده بی انتها در اختیار کاربر می‌ذاره. اما اونا فقط نیومدن تا یک روکو پلیر رو به تلویزیون بچسبونند. سیستم عامل روکو داخل این تلویزیون تعبیه شده تا مدیریت تلویزیون رو در اختیار خودش بگیره و حالا این رابطه کاربری روکوئه که کل تلویزیون رو سرانگشتاش می‌چرخونه. معناش اینه که کاربر یک صفحه ورودی شخصی سازی شده داره که گزینه‌های دلخواهش از تیوی باکس گرفته تا کنسول بازی و شبکه‌های تلویزیونی رو در مرکز توجه قرار میده و دیگه نیازی به منوهای پیچیده نیست. درست مثل روکو، رقیبش آمازون شروع به همکاری با GVC و گراندیک کرده تا آمازون فایر تیوی رو عرضه کنه. نرم افزار فایر تیوی آمازون از وقتی که 5 سال قبل به بازار اومد تونسته 37 میلیون کاربر فعال رو به سوی خودش جلب کنه. گراندیک دو مدل تلویزیون فایر تیوی در اندازه مختلف ساخته. با این تلویزیون ها میشه تجربه نرم افزاری کاملا مشابه با استیک و باکس فایر تیوی داشت. اما در این حال اونا برای شبکه‌های تلویزیونی هم بهینه سازی شدن. بنابراین اگر به آنتن وصل باشند کاربر با گزینه های تماشای تلویزیون هم روبرو میشه. درست مثل اونچه که درباره روکو دیدیم.
ما در حال ادغام تجربه فایر تیوی آمازون در تلویزیون‌های خودمون هستیم که از ابتدای اکتبر تا پایان نوامبر امسال در چندین نسخه مختلف ارائه می‌شه. و این یه تجربه کامل از تلویزیون هوشمند برای همه مشتریامونه. ما بسیار هیجان زده هستیم. اولین تلویزیون اولد که برنامه فایر تیوی روش هست در اواسط اکتبر میاد. در پایان نوامبر اولد دیگری هم خواهیم داشت که فرمان صوتی روش داره. بنابراین میتونید هر کاری که با تلویزیون دارید رو با صدای خودتون انجام بدید. حالا باید دید این جهش جدید از سوی سرویس های پخش ویدیو چه تغییری در دنیای تلویزیون و منوهاش به وجود میاره. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما میتونید ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید تماشاش کنید. برنامه دیگه ما اونجا در دسترستون هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.